بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و مخاطبین گرامی. حسین کاوه هستم، میزبان شما در این قسمت از برنامه رینگ با موضوع انتخابات و احزاب سیاسی. همانطور که مستحضر هستید، برنامه رینگ محلی برای گفتگو و تضارب آرا و همچنین مصاف استدلال ها و مستندات است جهت ارتقای آگاهی و تعمیق اندیشه. و اما انتخابات و احزاب سیاسی، جایگاه و نقش احزاب سیاسی در انتخابات های مختلف چیست؟ احزاب موجود در کشور تسهیلگر انتخابات هستند یا مختل کننده؟ موسم انتخابات برای احزاب هنگامه مردم سالاری است یا گروکشی؟ آیا احزاب سیاسی ما مردم سالار هستند یا پدرخوانده سالار؟ در فرایند انتخابات های مختلف آیا مردم از احزاب عبور کرده اند؟ حکومت چطور؟ همراه ما باشید جهت واکاوی و تحلیل و بررسی پرسش های مذکور و پاسخ های آنها با حضور میهمان گرامی ارجمند جناب آقای دکتر مصطفی کواکبیان، فعال با سابق و مطرح اصلاح طلب، همچنین دبیر کل حزب مردم سالاری و نماینده ادوار مختلف مجلس. جناب استاد خیلی خوش آمدید، سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت مخاطبان محترم و ما چون سابقه قبلی هم با برنامه رینگ داشتیم و علی‌رغم اینکه من معمولا کمتر حضور پیدا کردم چون من کاندیدا هستم و نه خیلی میخواستم بحثی داشته باشم، ولی قبول کردم. انشالله بتونیم گفتگوی خوبی با شما داشته باشیم. ممنون، متشکرم. به عنوان پرسش اول و اینکه یک فتح بابی داشته باشیم به کلان بحث و کلان روایتی که این برنامه قراره بهش بپردازه، پرسش ما از حضرت عالی اینه که جایگاه و نقش احزاب سیاسی در انتخابات های مختلف چیه؟ و درخواستمون هم از حضرت عالی اینه که با توجه به عقبه دانشی و رشته تخصصیتون علوم سیاسی بوده، در فضای نظری چند دقیقه رو بهش بپردازید. بله، خب ببینید، من یه مقدمه کوتاهی بگم که اصولا انتخابات در نظام های مردم سالار و بالاخره با پیشینه دموکراسی صورت میگیره. در نظام های توتالیتر و غیر دموکرات خب اصلا مفهوم نداره انتخابات، و لذا ما بخوایم واقعا دموکراسی داشته باشیم حتما باید انتخابات داشته باشیم. برای انتخابات هم حتما یک رقابتی باید معنا پیدا کنه، یه رقابت جدی باشه تا مفهوم پیدا کنه انتخابات، و الان میشه نمایش، میشه یه چیزی سمبولیک که اسمشه گذاشته انتخابات. باید رقابت جدی باشه، و برای رقابت جدی هم لازمه شود که بحث همین احزاب هست. یعنی اگر حزب نباشد رقابت معنا نداره، اگر رقابت نباشد انتخابات معنا نداره، و اگر انتخابات نباشد دموکراسی معنا نداره. پس ما باید بپذیریم که لازمه هر نوع انتخابات و هر گونه رقابت و دموکراسی بحث احزاب هست، و خیلی از نظام های بالاخره جا افتاده تو این بحث اصلا نظام انتخاباتیشون حزبی هست. یعنی اینجوری نیست که احزاب در موسم انتخابات بیان و بالاخره فضا رو گرم کنند و انتخابات تموم شد برن و مال کارشون تا باز انتخابات بعدی. نه، اصلا به صورتی مثلا در نظام های پارلمانتاریستی رئیس حزب اکثریت اتوماتیکوار میشه رئیس دولت. یعنی پارلمان دست حزب اکثریت هست و اونم دولت.
و لذا این یه امر جاافتاده ایه که شما نمیتونید احزاب رو نادیده بگیرید اگر واقعا میخواید انتخابات داشته باشید. در بحثی که ما داریم، حتی مثلا جایی مثل چین فرض کنید که به اون صورت دنبال دموکراسی اینا نیستن، ولی خب به حزب حاکمشون یه اعضایی داره و اعضای مهمی هم داره که باید بیان نظر بدن، حالا اون شکل و شمایلش فرق میکنه. اما در بالاخره کشورهای غربی این مسئله کاملا جا افتاده است که نمیتوان انتخاباتی برگزار کرد بدون حزب و بدون تحزب. این بحث را هم داشته باشیم که ما در نظام جمهوری اسلامی هم در قانون اساسی داریم که بالاخره احزاب باید وجود داشته باشند و فعالیت بکنند و مثلا نباید مخل مبانی اسلام و اینها باشند و الا اصلش رو آزاد گذاشتن و حتی بر اساس قانون اساسی نمیخواد حتی برن اجازه هم بگیرن، یعنی اعضا باید در چارچوب بالاخره فعالیت هایی که دارن خودشون رعایت بکنن و مجوز هم نمیخوان. البته آیین نامه ها و بحث های دیگری اومده ملزم کرده که بالاخره اعضا باید یک مجوزی دریافت داشته باشن و دنم میگن این دریافت مجوز هم فقط صرفا ثبت در اینکه اطلاع داشته باشن حکومت، این نیست که مثلا درخواست اجازه برای فعالیت است. قانون اساسی اجازه داده میتونن اعضا فعالیت داشته باشن، ولی خب باید اطلاع بدن به مبانی رسمی دولت کشور که هستن اینجا، این همه هست. لذا در سوال اول شما میخوام خدمتون بگم که بدون تحزب هیچ گفتگویی نمیشود در مورد رقابت های جدی داشت و بدون رقابت هم اساسا مفهوم نداره انتخابات، بدون انتخابات هم دموکراسی بی‌معنا هست. لذا لازمه هر گونه دموکراسی و انتخابات و رقابت حزب است. حالا ما توی ادبیات سیاسی کشور یک تعریف مشخص خط کشی شده ای از حزب داریم. من احساس میکنم که یک تفاوتی باید قائل شد بین احزاب رسمی که به صورت خط کشی شده در وزارت کشور به عنوان حزب سیاسی ثبت میشوند. یک عده میگن که آقا ما با کار حزبی که یک معنایی هم پیدا کرده خیلی موافق نیستیم، اما موافق کار تشکیلاتی سیاسی حالا تحت عناوین جمعیت، جبهه، چه میدونم، جامعه، تشکل، که بخوایم اون دیدگاه‌های سیاسیمون رو مثلا ارائه بدیم به توده‌ها و از توده‌ها کسب آرا بکنیم برای مشارکت در حکمرانی. آیا این تشکیلات‌ها و این کارهای گروهی سیاسی رو هم شما در قالب همون معنای کلی فعالیت حزبی میدونید یا نه یک معنای به خصوصی باید باشه؟ ببینید جناب آقای عزیز، من میتونم مدعی باشم یکی از افرادی هستم که از ابتدای پیروزی انقلاب تا الان کار تشکیلاتی دارم انجام میدم. ما در مقطع پیروزی انقلاب یک گروهی درست کرده بودیم به نام الخمینیون و من اون موقع 17 سالم بود، مثلا کار تشکیلاتی میکردم، مسئولیت همینطور ادامه پیدا کردم. حزب جمهوری اسلامی، بعدها نمیدونم حزب همبستگی، بعدها حزب خود مردم سالاری، همینطور ادامه پیدا کرد. عرض بنده این است که ما تعارف نکنیم. یه موقعی است که شما میگید که ما میخواییم فعالیت تشکیلاتی داشته باشیم اما نام حزب نداشته باشد، خب اون یه بحث دیگری. ولی اگر بخواید حزب مفهوم این که دنبال کسب قدرت هست و این قدرت رو لازم داره برای فعالیت خودش، حتما باید بالاخره به صورت رسمی و اصل سیاسی رو پیگیری بکنید. من یه جایی دیدم که یکی از
این دوستان میگفتن که آقا اصلا حزب نمیخواد چون ما بسیج داریم در کشور، سازمان بسیج خب مردم رو بالاخره تشکل میبخشد و لذا چرا ما باید حزب داشته باشیم. بعد گفتیم خب بابا بحث بسیج این است که یه ارگان نظامی میخواد باشه و اساسا در تعریفی که ما داریم ارگان نظامی نباید توی فعالیت های سیاسی به این مفهومی که میخوان غصب قدرت بکنن فعالیت داشته باشن، چه سپاهش چه ارتشش چه اینا، تا حتی قوانین کشور رسمان این اومده اینا مجاز نیستن فعالیت های به معنی حزبی و انتخاباتی داشته باشن، اصلا معنی نداره. ولی خب بعضی ها بیگن یا مثلا هیئت های مذهبی جامعه مداحان اینا میام و تشکل داریم میخواییم فعالیت بکنیم. من همیشه میگم یه فرد نظامی اب نداره بیاد فعالیت سیاسی بکنه، ولی دیگه نظامی نباید باشه، یعنی باید بیرون بیاد از اون قالب. اگر به خود فعالیت سیاسی بکنه، لیست انتخاباتی بده، نمیدونم تشکیلات حزبی رو بالاخره سامان بده، حتما باید از اون فعالیت قبلیش دست بکشه. اینی هم که الان شما دارید میفرمایید مثلا جامعه، جمعیت، جرایان، اینا هم از لحاظ اصطلاح سیاسی یعنی شامل چند تا حزب هستن. بله بله، اون که در دقت میکنید. بله بله، این که یعنی بالاخره اینا، البته اینم یه چیزیه که تو کشور ما مطرح هست. بله. هیچ جای عالم اینجوری ما نداریم که مثلا ائتلاف حزبی داریم، اما اینکه بیان بله، مثلا بله نه چند تا حزب هستن با عناوین مشخصشون. اما این که مثلا فرض کنیم ما الان تو انتخابات های مختلف خب ما بودیم، مثلا میگن لیست اصلاح طلبان، لیست اصولگرایان، این اصولگرایان خودشون چند تا حزبن، بله. اصلاح طلبان چند تا حزبن، این معنا نداره در علم سیاست به این مفهومی که به خود مثلا یه بله. جالبه براتون بگم همه جا در دنیا اول یه حزبی میاد و قدرتی رو کسب میکنه، بعد به دنبال ائتلاف میگرده برای تشکیل دولت مثلا که همه رو داشته باشه. اینجا ما چند تا به حزب میاییم ائتلاف میکنیم که تازه قدرت دست بگیریم، این تفاوت بس اینجاست. لذا من واقعا معتقدم که باید بپذیریم که امکان این که ما نظام انتخابات حزبی داشته باشیم وجود داره با یک سری قوانینی که باید مسبب بشه و متاسفانه خب این تفکر خیلی پیگیری نشده. البته من اینجا این رو هم بگم که اگر هم ما واقعا به این شکل بگیم مثلا نمیتونیم، مشکل داریم، خب ما میتونیم حتی با بازنگری قانون اساسی این کار رو بکنیم که یه جوری احزاب در کشور واقعا میداندار اصلی بحث انتخابات باشن. الان بعضی احزاب رو میخوان در حد پوستر چسبوندن و در حد اینکه بالاخره فضا رو گرم کنن، انتخابات هم تموم شد دیگه، میگن اصلا یه چیز جا افتاده است، من وابسته به هیچ حزب و گروه و سازمانی نیستم. انگار خیلی مثلا افتخاره که تو اون ننگه که یک کسی اومده قدرتی کسب کرده بعد میگه وابسته به هیچ حزب و گروه نیستم. خب برای چی اصلا تو اومدی؟ کار قدرت مال احزاب باید باشه، شما برید اونجا رو درست بکنید. متاسفانه فعلا این وضعیت وجود داره دیگه. حالا ما یک تعریف حزب در دانش سیاسی داریم که حزب یک تشکیلاتی است که یک نگاه سیاسی رو دنبال میکنه، حالا با تئوری ها و انگاره های ایدئولوژیک مختلف و مدعی و پیام ها و شعارهایی که به جامعهش مصادره میکنه که من بهتر میتوانم جامعه را اداره کنم، این اهداف من است، این راهکارهای من است و در صدد جلب مشارکت و پشتوانه و حمایت مردمه که قدرت رو در دست بگیره. حالا از مباحث نظری و تئوریک انتزاعی عبور کنیم، ناظر به وضعیت موجود کشور. حضرت عالی خب در سابقتون مشخص از ابتدای انقلاب اسلامی توی این فضا مشغول بودید به صورت جدی. توی این تجربه 40-45 ساله آیا احزاب موجود در کشور رو
احزاب موجود از حزب جمهوری تا بیاد به این ور، اینها رو شما بیشتر تسهیلگر انتخابات دیدید یا مختل کننده؟ چون شما تصریح هم کردید که اگر انتخابات نباشه دموکراسی نیست، اگر دموکراسی نباشه اون نظامی نظام استبدادی و توتالیتره. حالا میخوایم ببینیم این در موسم انتخابات که دیگه بهترین موقفه که این احزاب اثبات کنند که ما دنبال مردم سالاری هستیم، آیا شما بیشتر مردم سالاری از اینها دیدید که تسهیلگری بکنن در انتخابات، یا نه یه جایی هم بودن احزابی که مدعی مردم سالاری و حقوق مردم و اینها بودن اومدن در فرایند انتخابات اختلال ایجاد کردن، حالا قبلش بعدش حینش؟ ببینید من ضمن احترام به فرمایشات شما معتقدم که احزاب که به صورت رسمی بخون فعالیت سیاسی بکنند دنبال انتقام نمیدونم کفه خیابونی نیستن. اگه اون باشن که اصلا دیگه عنوان حزب رسمی ندارن، یه جریان اپوزیسیون نمیدونم چیز میشن، میرن دنبال این کارا. اون احزابی که واقعا دنبال فعالیت سیاسی رسمی باشن نمیتونند، من با قطعیت میگم نمیتونن جریان انتخابات را به شکلی مختل کنن، میتونن فضا را ملتهب بکنن، سرد کنن، میتونن فضا را مثلا شاید که برای مشارکت کم رونق بکنن، نمیتونن مختل به این مفهوم بکنن که نذارن اساسا انجام بشه، ولی برعکسش هست. ببینید من میخوام بگم برعکسش هست، حکومت و حاکمیت هست که چقدر میدون میده به احزاب برای فعالیت ها و چقدر در شود که جلوی فعالیت احزاب رو میگیره. من میگم از اون بر امکانش نیست عملا. امکان برای چی؟ امکان برای اینکه احزاب تسهیلگر انتخابات باشن؟ بله، نه امکان برای اینکه کل انتخابات بخوام مختل کنن نیستن. نه کل که بخوام معروف جمهوری اسلامی عرض میکنم و ولی برعکسش میگم هست، حکومت اگر به خود احزاب رو یه جورایی ارشوا خدمتتون که از صحنه خارج بکنه میتونه. و من خیلی وارز و نمونه ملموسش بگم، همین قانون انتخاباتی که مجلس 11 برای انتخابات مجلس تصویب کرد که برجسته ترین فضاش هم بحث پیش ثبت نام اینها خیلی بد بود. یعنی به نظر شما این رو به وجود میگم بگم مزخرفتر از این قانون نداشتیم شاید اصطلاح خوبی نباشه. استدلالتون هم جالبه. بدونید که ببینید 5 مرداد قانون تصویب شد، بعد گفتن 16 مرداد هر کی ثبت نام نکرده دیگه خداحافظ شما، یعنی دیگه نمیتونه تو انتخابات فعال بشه. استدلالتون هم این حالا جالبه، این 11 روز ببین چه کارهایی شده، قانون تصویب شده، به شورای نگهبان فرستاده شده، مجمع تشخیص مصلحت دقت کرده، ستاد انتخابات بر اساس اون شکل گرفته، چی 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 چی، بعد گفت هر کی اسم ننوشته دیگه خداحافظ شما. که ما در 3 جلسه‌ای که داشتیم با بالاخره آقای ابراهیم رئیسی اون جلسه معروف با اونجا گفتیم بابا اگر واقعا دنبال مشارکت حد اکثری شما هستید یه 2 فوریتی 3 فوریتی ببرید مجلس، بگید آقا اصلا کسی که تا حالا ثبت نام هم نکرده بازم میتونه یه فرآیندی براش ایجاد کنید که بیاره. من اونجا میشه بفرمایید اشکالش دقیقاً چی بوده؟ اینکه خیلی فوتی فوری بوده یا نه؟ نمیتونستیم ما تصمیم بگیریم. ببینید میگم در 10 روز یه ضرب العجلی بوده. من خودم یکی از دلایلی که ثبت نام نکردم در اعتراض به همین بود. حالا خیلی ها فکر میکنن که مثلا احزاب اصلاح طلب ناراحتن، احزاب اصولگرا هم نمیتونستن تصمیم بگیرن که نیروهاشون بیارن، منتها اونا گفتن که حالا فعلا هر جوری بنویسید بعدا میتونید انصراف بدید. گفتم باید یه برنامه بیدای کوکه. ما یه استدلالی از این طرف داریم، ما کلیپاش هم تو فضای رسانه دیدیم که مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری گفتن آقا همه کسانی که شهروند جمهوری اسلامی هستن میتونن بیان شرکت کنن. بعد ما میدیدیم که طرف حالا افرادی با هر
یه تیپ و قیافه هر با هر پیشینی می اومدن، بعد اینا خودش مضحکه می شد، کلیپ می شد که آقا مثلا شأن ریاست جمهوری اینقدر پایین اومده که مثلا یه آقایی اومده اصلا اختلال شخصیتی روانی داره اومد اونجا برای ثبت نام. اتفاقا من معتقدم که یعنی تو فضای مجلس هم بخوان یه مقدار بگن که خب آقا پیش ثبت نام شما انجام، اونایی که دیگه خیلی واضح و مبرهنه که آقا این اصلا مدرک نداره، این اگر مثلا اشکال و مانع قانونی داره، حالا اونایی که یه مقدار سخت‌تره به قول معروف پردازش اینا بیفته برای بعدن. این پیش ثبت نام استدلال آقایینه که ما خواستیم یه غربالگری بشه که فشار نیفته برای بررسی ها به ایامی که نزدیک انتخابات میشه. خب ببینید آقای کاوه، این ذهنیت شماست ولی ما من این استدلال آقایین رو میگم، من خیلی اصلا استدلال آقایین خب پای لنگانی داره. ببینید بحث ما این است که اولا 5 تا مرکزی که بعد 4 تا بوده 5 تاش کردن استعلام بشه، هیچ کی در اونها حرفی نداره. اگه کسی مثلا در وزارت اطلاعات، در نمیدونم نیروی انتظامی، نمیدونم راست پیش کیفری داره، امنیتی داره، مشکل داره، پرونده سفیدی نداره، خب باید رد بشه. اصلا ما هم قبول داریم مشکلی نداره، ولی بحث این است که غیر از این 5 تا اعمال سلیقه یعنی صورت گرفته بله منظور شما، من میگم غیر از این 5 تا معنا نداره که شما بیایید بعد یه ایده ای رو مثلا نشود که بخواد از انتخابات باز بدارید. و لذا این فرایند را بررسی کردن کار خیلی سختی نیست که یه استعلام مراجع پنجگانه آقا این پرونده ندارد خداحافظ شما بیاد برید، ولی این که بیان بعد بررسی ها و یه نمیدونم، من یکی از این دوستای ما تو یکی از شهرستان ها و هیئت اجرایی نظارت همه اینا تایید شده بود، این مرحله بعد الان باز ردش کردن. گفتیم چرا؟ گفت نماینده فعلی رفته 400 صفحه مدارک و گزارش مردمی به عنوان گزارش مردمی ایجاد کرده فرستاده برای آقایون، آقایون هم میگن یه چیزایی پس هست که این گزارش های من میخوام بگم این فرایند بررسی 6 ماه این بساط رو داره. و الا اگر شما بیایید بگید آقا هر کی تو مراجع پنجگانه مشکل داشت خداحافظ شما، بقیه همه بتونن فعالیت بکنن، مشکلی نداره که. و واقعیتش این است که من فکر میکنم یه عده‌ای نمیخوام مشارکت حد اکثری حالا به این نقطه میرسیم که به قول معروف بگیره و فکر میکنم که این عامل اصلی هست که چون مزه کرده تو مزاقشون که با اقلیت بهتر میتونن کرسی ها رو به دست بگیرن، برای چی مردم با اکثریت بیان تو انتخابات؟ حالا من در خلال این پرسش این رو هم از هستالی هم میپرسم که ما از سایر میهمان ها هم این سوال رو میکنیم که خب دو جناح چپ و راست کشور، جناح چپ که الان با کد یا با اون کلید واژه خالص سازی دارن یه نسبتی رو به جناح راست میدن، بنده نه اصلاح طلب هم نه اصولگرا، نوشته ما هست، بالاخره یک دیدگاهی رو داریم دنبال میکنیم، عضو هیچ حزب و جناحی هم نیستم. متهم میکنن جناح راست رو به اینکه شما دنبال خالص سازی هستید، از اون طرف هم جناح راست هم جناح چپ رو یعنی میگن با خالص سازی شما نمیذاری مشارکت شکل بگیره، خیلی تنگ کردی عرصه رو. طرف مقابلم متهم میکنه یا نسبت میده به جناح چپ که آقا شما با یأس آفرینی و خدمت شما عرض کنم، حالا با اون فضای رسانه‌ای نومید کننده ای که توی رسانه هاتون دارید ایجاد میکنید، این عامله، حالا بگذاریم از اون عمل کردی که حالا عمل کرده هم دیگه انتقاد دارن، اونها میگن نه ما بارها گفتیم که اتفاقا دنبال مشارکت حداکثری هستیم، شعارش هم میدیم، یعنی هر دو طرف به لحاظ اعلامی شعار مشارکت حداکثری رو میدن، اما به لحاظ اعمالی همدیگر رو بالاخره نسبت میدن که نه شما مانع مشارکت حداکثری هستید، حالا چه با خالص سازی چه با حالا عملیات روانی رسانه‌ای در افکار عمومی و اینکه قهر با صندوق رأی، اینکه مثلا انگاره هایی رو توی افکار این برجسته کنیم که آقا دیگه انتخابات فایده نداره، حتی همین خالص سازی رو هم میگن اینم نه یه نسبتی است، یه نسبت ناروایی است، یعنی مدعی، حالا من نمیخوام بگم درسته یا غلطه. این رو غیر از این فضا، یعنی اگه شما بخواید پاسخ بدید به این افرادی که به جناح شما این نسبت ها رو میدن، چه پاسخی رو میدید؟ ببینید اولا من با واژه خالص سازی خودم مشکل دارم،
من یعنی چی خالصتازی؟ حالا یکی از آقایون گفته و بعدن هم جا میفته و اینو. نه، من فکر میکنم که ما یک حاکمیت یک فارچه یا حاکمیت یک دست درست کردیم که هر سه قوه ما بالاخره یه جریان باشن. درست کردیم که یا در یک فرایند مردم سالارانه شکل گرفته. حالا شکل گرفته، حالا اسمش هر چی شما می‌ذارید. آخه شکل گرفته با درست کردیم. قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه بالاخره همه از یک تفکر و یه جریان هستن. ما داشتیم قبلا هم که در بعضیا نه به این شکل هیچ وقت نداشتیم. بعد قوه قضاییه که خب این شکل انتصابی هست. بله، ولی این حالا شکل گرفته دیگه، حالا هر شکلی. و این مفهوم رو من بیشتر به کار میگیرم بعد از حکمیت یک پارچه. بعد وضع ما بهتر میشد به اصطلاح، چون همه با هم بودن دیگه، میتونستن راحت تر کار رو پیش ببرن. ولی عملا این تجربه به دست اومد که حکمیت یک پارچه یا یک دست نمیتونه اون بروندادهایی را داشته باشه که باید داشته باشه. حالا من همین چیز اخیره مثلا روزه براتون بگم که سر همین قصه بودجه چجوری با هم دیگه درگیر هستن. حالا رقم تا 600 هزار میلیارد هم هست که میگن آقایون مجلسی ها دارن میذارن تو کاسه دولت، دولت هم نداره دیگه منابع. حالا جناح راست هم دعوای خودش رو دارن. نه نه، بحث یک پارچه سازی، یک دست بودن و اینه که میگن حالا فعلا شما تصویب میکنید بعدا برید منابعش فکر بکنید که حالا باید و خب اثر تورمیش و بحثش. حالا یه توقعی این که تو این دو سال به قول معروف شما میگید اگر یک پارچه شده، اگر به سمت همافزایی رفته، باید نتیجه بهتری بده دیگه. خب ما شاهدش نیستیم، عملا نیست. میگم دو سال برای این زود نیست. حالا بالاخره من عرض من فرض شما رو نمیخوام بگم قبول دارم، ما بریم جلو بازم اثرش ببینیم، ثمراتش ببینیم. واقعا من میخوام خدمتتون بگم که وضعیتی که الان وجود داره برای مردم خیلی چشمانداز روشنی نیست. اگر یکی دو تا به من فکت موردی بدید. ببین همین دو سال، من نمیگم حالا این دو سال خیلی خدمت شما عرض کنم، همین انتخابات 1400 بنده ستاد آقای جلیلی بودم، یعنی ستاد آقای رئیسی هم نبودم، ارادت هم دارم به طرفین، حتی به برخی از افرادی که طرفدارن. اگر خیلی کلی بخوایم صحبت بکنیم که مردم هم از کلیگویی واقعا خسته شدن. موردی اشاره کنید تو این دو سال دولت به اندازه دولت قبل که شما حمایت هم کردید از اون دولت، استقرازش از بانک مرکزی خیلی پایین بوده، اصلا نبوده رسما. کاهش هزینه های جاری دولت خیلی پایین بوده. بعد همین ماجرای FATF که آقایون مثلا مدعی بودن که آقا این بدون FATF نمیشه واکسن آورد، نمیشه مثلا دارو آورد. یک من کد دارم میدم، میگم این یک پارچگی به تعبیر شما یک آثار و برکاتی داشته. حالا من معتقد نیستم که یک پارچه هستن، چون خود آقایون طرفداران آقای رئیسی منتقد جریان قالیباف و یاران قالیباف خودشون هم زده خوردهای شدیدی هست، مطلع هستید. میخوام ببینم شما هم یکی دو تا فکت بدید. ببینید من میگم همه اون فرمایشاتی که شما دارید باید خودشه تو سفره مردم نشون بده. اصل مسئله است دیگه، یعنی در وضعیت معیشتی مردم خدا وکیلی بهبودی حاصل شده توی این بحثی که شما میگید. خب واقعا در عرض همین یک ماه 7000 تومان به قیمت دلار اضافه شده، همین یه ماه فقط. میتونم یه ورود داشته باشم؟ بله بفرمایید. ببینید اینی که شما میفرمایید، ببینید از حضرت عالی من بعضا مواجه میشم، حالا نه نسبت به جناح اصلاح طلب، بعضیا میگن که از اپوزیسیون ضد انقلاب، آقا 45 سال جمهوری اسلامی چه کار شده؟ بله 45 سال برای یک انسان یک عمره، اما برای یک حکومت که دایه تمدن داره، تمدن سازی داره، مثل دوران کودکی محسوب میشه. آقا اروپا 300-400 سال دوره نوزایی و رنسانسش طول کشید که از اون قرون وسطا اومد رسید بالا به یه سری پیشرفت‌های صنعتی و تکنولوژیک. الان هم در تغییر ریل اقتصادی به نظرم دو سال
اینکه ما مثلا من هم منتقد هستم، یعنی الان هستن از کارشناسان حالا طیف راست یا حزب الله یا انقلاب مثلا انتقاد میکنن، میگن الان ما اختلال داریم در حوزه دلار، گران فروشی، دلاری فروشی، خدمت شما عرض کنم مواد اولیه رو به ریال میدیم، به صنایع اونها دلاری میفروشن، و این هم ریشه در یک تفکر لیبرالی در جریان مثلا آقای نیلی در اتاق بازرگانی آقای، خدمت شما عرض کنم اسمش هم فراموش کردم که حالا رئیس اتاق بازرگانی که جابجا شد و اینها. این که چند یعنی مدت بود که نه، منظور اینه که ما وقتی میگیم حاکمیت نمیخواد اقتصاد رو، اگر بود اقتصاد رو سامان میداد، خب بخش های بسیاری از فضای اقتصادی ما دست جریان های خصوصی است و حتی در داخل دولت کسایی هستن که اصلا تفکر اقتصاد مقاومتی ندارن، قائل به اقتصاد مقاومتی نیستن. ببینید مشکل فرمایشات شما این است که فقط دولت فعلی رو دارید میبینید و همه چی رو هم قرار است که با این دولت بسازید. من فراتر میگم، من میگم کل سیستم ما یه مشکلات اساسی داریم. ببینید ما توی سند چشماندازی که یه زمانی میگفتیم که سند 20 ساله میگفتیم، بابا 20 سال هنوز داریم و الان دیگه 1404 یعنی یه سال و نیم دیگه مونده به اون سند 20 ساله. تو اونجا ما چی گفتیم؟ گفتیم میخواییم کشور اول منطقه بشیم و در اونجا بحث کردیم که کشور برتر اقتصادی دهم دنیا بشیم. یه سند دیگه. بله. ما اصلا بحث نداریم الان دولت حسن روحانی چه کرد، دولت ابراهیم رئیسی چه کرد، اینا دولت هم میان و میرن و الان به هر شکلی هر شود که عمل کرده دارن کم یا زیاد. بحث ما کلان ماجراست. من عرضم این است که خدا وکیلی ما توی یه سال و نیمه دیگه قدرت اول منطقه میشیم به لحاظ اقتصادی عجمان دیگه. ببینید قدرت اول منطقه معدلیست از قدرت اجتماعی، قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی. وقتی میگیم قدرت اول، بله شاید بگیم ما در بحث اقتصادی قدرت اول منطقه نیستیم، اتفاقا تصریح شده در بله بله عرض میکنم اقتصاد برتر بله دنیا اقتصاد. معلومه که بیشتر بحث اقتصادی اینجا مطرح بوده. این که ما نمیدونم سلاح نمیدونم دفاعیمون قوی شده، موشکی داریم و اینا بحث نیست. اما من میخوام بگم از لحاظ اقتصادی قطعا نمیرسیم در یک سال و نیمه دیگه. در کشورهای منطقه ده ها مورد من میتونیم براتون مثال بیارم، در سطح دنیا هم که چیزه کشور دهم برتر اقتصادی دنیا. و این رو یک بلیه عام کلی ناظر به اون ساختارهای حاکمیتی خب بله فرای جناح ها. بله. خب آیا حاکمیت، ما با یک مسئله مواجه هستیم، چپ و راست هم نداریم. بله. میگن این نظام مشکل داره. حاکمیتیم خب باشه، این چیزی که با انگوش اشاره میکنیم به نام نظام، میشه دقیقاً بگید کجاش مشکل داره؟ بالاخره من... نظام مگر غیر از پارلمان، مجلس، قوه قضاییه، احزاب، دولت؟ آقای من لاقل 9 جلسه کلوب هاوس برگزار کردیم. در اونجا بحث اصلیمون همین بود که بیاییم واقعاً بررسی بکنیم که موانع بالاخره توسعه چیه، مشکلات چیه، و بحث بازنگری قانون اساسی به خصوص اونجا ما بحث مفصل داشتیم. من میخوام بگم آقا یه تفکری الان وجود داره اصلا به توسعه فکر نمی کنه. یه خورده سریح ترش اینه. ما تا حالا میگفتیم قانون برنامه 5 ساله توسعه فلان، الان اسم توسعه رو برداشتن پیشرفت گذاشتن. یعنی برنامه هفتم پیشرفت. بعد میگیم آقا پیشرفت چیه؟ میگن آقا پیشرفت این نیست که شما حتما باید به توسعه برسید. پیشرفت این است که بالاخره کار اومدی. من نمیدونم کی این رو گفته ولی خب حالا عملا هم این کارو کردن. اصلا چه دلیلی داشته که مجلس 11 بیاد و برنامه توسعه 5 ساله رو بگه برنامه پیشرفت؟ حضرت عالی استاد علوم سیاسی هستید. خب آیا تفاوتی بین واژه و مفهوم پیشرفت با توسعه شما نمیبینید؟ چرا اتفاقا چون ما میگیم پیشرفت اعم از توسعه است. خب من توسعه فقط اتفاقا میخوام بگم تفکری دنبال توسعه نیست.
حرف من همین اتفاقا، چون فرقش میگن آقا ما یه برایندی داریم برای پیشرفت در زمینه‌های مختلف، باید بریم جلو. خیلی حالا شما بحث توسعه میگم، مثلا یه بنده خدای میگه آقا چرا دنبال دموکراسی هستی؟ ما 20 تا کار بکنیم تو مملکت همه چی درست میشه، این کار این کار این کار این کار، و آدمای قدری میخوایم که عرضه این کارا رو داشته باشن و بحث های اینجوری داشته باشن. حالا از این مجلس هم برمیاد اینجور تیپا را صحبت من لبه کنم. پرسشم رو باز باید آره. تیزتر بکنم، چون حس میکنم که من لذت نمیبرم از گفتگوی الان. من مخلص شما نه 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 احساس میکنم که هستالی دیتا و داده بسیاری دارید، شاید جهت سوال هامو من تیز نکنم نتونم اون استفاده خوب شما لوت دارید. بالاخره میخوام بگم تفکر توسعه در خیلی از بالاخره دوستانی که حالا در کشور هستن و دستن در کار هستن خیلی موضوعیت نداره. این من صورتبندی بکنم فرمایش هستالی، ببینم درست فهم کردم. وضعیت اقتصادی کشور ما مطلوب نیست. من. هم شما قبول دارید هم بنده. چپ و راست هم میگن بله مطلوب نیست. چپ، جناح چپ میگه چرا مطلوب نیست؟ میگه به خاطر سیاست‌های منطقه‌ای شماست. راستیا هی میخواهید همه جا رو فتح کنید. راستیا چه میگن؟ میگن خب شما هم که واداده هستید. شما غرب که شما مثلا خدمت شما هستم اهل کرنش در مقابل خیلی به ظرفیت‌های داخل توجه نمی‌کنید. 8 سال هم دولت دستتون بود، دیدیم. اون سیاست‌های منطقه‌ای رو تا تونستید مثلا تعدیل کردید، جلوی پرتاب ماهواره‌ها رو گرفتید، جلوی مثلا هر چقدر که تونستید شمشیر مدافعین و چه می‌دونم نیروهایی که حالا توی منطقه بودن رو کند کردید، رفتید دنبال انگلیس و آمریکا و برجام و کذا و همه چی هم به برجام گزه. 8 سال هم فرصت داشتید. نتیجه‌اش چی شد؟ بله، یعنی یک میدانی دست جریان جناح چپ بوده اومده، نتیجه‌اش شده حالا به تعبیر راستیا یک زمین مینگذاری شده، یک چه میدونم آوار فلان. حالا راستیان میرن، چپیان میان میگن که اینا ما میخوایم آوار برداری کنیم. آقای جهانگیری میفهمونن که بعد از دولت آقای احمدنژاد که ما مشغول آوار برداری هستیم. الان هم دقیقاً دولت آقای رئیسی میگه که آقا ما حالا به لحاظ دیالوگی عرض نمیکنم آقا، ولی فهوای موضعش اینه که آقا ما داریم فعلا خسارت های و ریل گذاری های غلط دولت های روحانی رو داریم اصلاح میکنیم. بله ببینید، خب همین الان شما تصورتون این است که من معتقدم توی دولت ها جز آقای خاتمی ما هیچ دولت اصلاح طلبی نداشتیم. تعارف که نداریم که دولت روحانی کی گفته دولت اصلاح طلب. بله فرمایش استالی هم که در نقد دولت آقای روحانی رو دیدم. بله نه اصلا کی گفته دولت احمدنژاد که اصلا خب اصلا خیلی چیز عجیب غریبی بوده. دولت آقای هاشمی رفسنجانی هم دولتی بوده که به عنوان سازندگی کاره کرده، ولی عنوان بالاخره اصلاحات و اصلاح طلبی اینا نبوده. البته من واقعا معتقدم که شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی بسیار بسیار کارآمد و مفید برای نظام بوده و خیلی هم خدماتی کرده و خیلی هم بنده طرفدارش هستم. اما من میخوام بگم واژه‌ها رو دقیق به کار بگیریم. ما یه 8 سال دولت آقای خاتمی بوده و جناب آقای کاوه، بیاییم بریم آمارهای اقتصادی اون دولت رو ببینیم. اقتصادی رو دارم میگم، بحث‌های سیاسی رو نمیگم. از ارشد میزان تورم در اون دولت، از ثبات نرخ ارز در اون دولت، از بحث مبارزه با فساد در اون دولت، شاخص‌هایی داریم میگم. من معتقدم همه اونا مثبت بوده و یه جوری نبوده در مقایسه با مثلا وضعیت دولت آقای احمدی‌نژاد یا دولت حتی آقای روحانی یا دولت آقای رئیسی. حالا تو این مدت کم میشه اینا دیگه آمارش هست. حالا بینندگان آره، همینجوری من میخوام بگم یعنی توجه بکنید واژه هایی را که به کار میگیریم، اما مفهومش این نیست که هیچ کسی مدعی باشه که خطایی وجود نداشته و بالاخره مشکلی وجود نداشته. مشکلات همیشه وجود داشته و ما به عنوان بالاخره حزب مردم سالاری عرض میکنیم که ما در همون داستان بالاخره انتخابات ریاست جمهوری هم من رسما کاندیدای جبهه اصلاحات بودم دیگه، و بر اساس فرمت چیزی که شورای نگهبان ابلاغ کرده بود، نه اون چیزی که وزارت کشور بود، ما جزء اون پرونده ها بودیم. ولی یه دفعه خب آقای زاکانی وسط در اومد ولی کواکبیان در نیومد.
خب اینا مهمه دیگه. بله، یعنی بله. شما معتقد باشید که بالاخره دوستانی که این کار رو میکنن باید یه جایی وقتی پاسخگو هم باشن. حضرت عالی هم بالاخره ارگان رسانه‌ای مردم سالاری، روزنامه مردم سالاری. ما اعتراضمون هم داریم و داشتیم. اونی هم که شما فرمودید واقعا ما همین الان هم به دنبال این هستیم که تا جایی که بشه مشارکت افزایش پیدا کنه. ولی خودشون بخون. ممنون از حوصله‌ای که کردید. من ورودهایی رو داشتم. جسارت نباشه خدمت هستالی. برگردیم به یکی از این محورهامون. ما احزاب ما در ماجرای انتخابات چقدر مردم، یعنی دنبال مردم سالاری بودن؟ یعنی خود احزاب ما اصلا چقدر دموکراتیک و مردم سالار هستن؟ ما الان مثلا حتی از جناح راست هم دیگه داریم میبینیم که آقا به قول معروف نسبت‌هایی رو میدن به بزرگان جریان راست که آقا پدرخوانده سالاری را افتاده، لیست‌ها را میبندید بدون در نظر گرفتن نظر و رأی سمپاتاتون حتی جامعه طرفدارتون. الان احزاب ما در فرآیند انتخابات مردم سالارانه عمل میکنن یا پدرخوانده سالارانه؟ ببینید چپ و راست هم هر دورم. بله ببینید، من خدمتتون بگم که وقتی میگیم احزاب یعنی مجموعه یک جبهه رو میگیم، این به نظر من درست نیست. باید مشخصا بیایم روی بله دلیلش هم اینه، جبهه هست دیگه. جبهه یعنی از افکار مختلفی با هم دیگه شدن یه جبهه، ولی مثلا در جبهه یه حزب نیست. بله بله. یعنی بنده درون جبهه اصلاحات هستم ولی ممکنه به خود جبهه اصلاحات هم انتقاداتی داشته باشم. و کما که ما معتقدیم اشخاص حقیقی نباید توی جبهه باشن. اعتقاد حزب مردم سالاریه دیگه. یعنی چی اشخاص حقیقی نباید توی جبهه باشن؟ چون الان یه سری احزاب دارین، یه سری اشخاص هم دارین توی جبهه. مجموعاً شدن 46 نفر اعضای جبهه. بله بله متوجه. دقت می‌کنی؟ بله بله. قانون وزارت کشور فکر کنم تو دوره آقای روحانی اصلاح شد که حتی فکر کنم یه تذکری هم به وزارت کشور خیلی تذکری هم به جبهه پایداری اشتباه کردن بله بودن که خیلی به بحث وزارت کشور نی، حالا اون تعریف‌های خودشون داره. اگر درست فهم کرد فکر کنم یه تذکری هم به جبهه پایداری داده بودن که شما نمیتونید جبهه باشید. جبهه یعنی متشکل از حداقل سه حزب باشن. یا جمعیت بله. اسمشون باید بذارن حزب مثلا جبهه. کنم مجوز حزب پایداری گرفتن. حزب مثلا پایداری. آره. نه عرض بنده این است که ما یه جبهه ایم، تفکرات مختلفی هم هست، اما واقعیتش این است که مردم تعارف نکنیم. من یه زمانی میگفتم اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تموم ماجرا، این ساخته و پرداخته به اصطلاح همون جریان اپوزیسیون خارج کشوره که میخواد عذاب و اینا. بعدم فهمیدم که بعضی از این دوستان اصولگرا هم منظور شعار بعدشون نمیاد. میگم ما که اقبال نداریم در میان مردم، رضا اصلاح طلبا هم بسا خراب بکنیم بگیم آقا مردم از همه عبور کردن. واقعیتش این است که اینقدر تنگناهای اقتصادی و فشار معیشتی رو مردم زیاده که باور کنید آقای کوبه به بعضی بحث انتخابات میکنی میخواد با تو درگیری فیزیکی داشته باشه که تو اصلا چرا اصلا بحث انتخابات دارید میکنید؟ ما هشتمون گروه نومونه، ما بدون شبمون احتیاج داریم، خب برای چی بحث انتخاب؟ و یکی از راهای واقعا افزایش معیشت به اصطلاح مشارکت همین است که فکری برای معیشت مردم برمیداشتیم. من توی یه جایی گفتم آقا حداقلش که توی این مدوم ما نمیتونید یک کاری کنید، ولی بیایید بگید آقا ما مثلا با کسایی که نمیدونم چای دبش درست کردن داریم یه برخورد قاطعی میکنیم و اینا داریم چیز میکنیم، اینا چپاول کردن با چپاولگران داریم، معرفی بکنید از امیرا مشخصا ورود کنیم. بابا اون 3.7 میلیارد من نمیگم، اون 1.4 که دیگه مشخصه گم شده، چی شده، چه جوری شده، اینه بیاید بررسی کنید. یه واقعیته، ما واقعا مشوقهایی برای افزایش مشارکت الان نداریم. ببین اینم یک بخشش ناظره به، چون من خودم همرشته شما هستم، جای شاگرد شما هستم. ببین احزاب رو در کشور ما من عرض کردم که چقدر احزاب ما مردم سالارن، چقدر پدرخوانده سالار.
الان حضرت عالی چند ساله جبهه حزب مردم سالاری رو تأسیس کرده؟ خب ما سال 78 بوده که حالا در خود حزب مردم سالاری، یعنی بعد از 76. بله من میدونم، من تاریخش رو میدونم. فقط جبهه ارشد مدافعین پیام دوم خرداد بودیم، همبستگی و از همون الخمینی. نه اصلا عنوان ما جبهه مدافعین، حزب مدافعین پیام دوم خرداد بود. بعد گفتیم آقا مهمترین پیام دوم خرداد مردم سالاریه، اومدیم اسمش هم عوض کردیم. همون سال 78 ما نزدیک حدود به قول معروف 24 سال ما امسال کنگره 22مون برگزار 22 سال. تو این 22 سال چند دوره شما دبیر کل بودیم؟ بحث از این چند سال، بله، این که ما از اول تا الان دبیر کل همین حزب هستیم. خب استاد، به عنوان پرسش پایانی، به نظر شما آیا مردم در فرایند انتخابات از احزاب عبور کردند یا نه؟ با توجه به اینکه فضای رسانه‌ای هم گسترشی داشت، الان دیگه کاندیدا خودشون پیج و کانال و سایت و اینها دارن، دیگه خودشون به مواجهه مستقیم با مردم پرداختن و از کانال احزاب برای مطرح شدن دیگه اقدام نمی‌کنن. و آیا مردم هم دیگه اون اقتدارشون رو به احزاب از دست دادن یا نه هنوز متکی‌اند به احزاب؟ ببینید، بحث احزاب همیشه در انتخابات، به خصوص بحث انتخابات مجلس، حالا باز ریاست جمهوری کمی فرق میکنه، خیلی پرقدرت نبوده تو انتخابات مجلس، چون بالای 180 تا حوزه انتخابی تک نفره ما داریم و اونا یه چیپایی معمولا عشیره، قبیله، طایفه، تشکیلات اونجوری رای میارن. دقت میکنید احزاب بیشتر برای کلان شهرها و برای خود تهران موضوعیت پیدا میکردن که رای سیاسی تر اونجا، بله دیگه، به خاطر این بوده. و البته وقتی این جاها هم می اومدن، بخشایی هم از اونجا می آوردن، میتونستن مجلس هم مثلا شکل بدن. اما واقعیتش این است که من فکر میکنم که توی انتخابات پیش رو ما غیر از دعوایی که توی خود دوستان اصولگرا داریم که خودشون هم مفصل دعوا دارن دیگه، حالا بعضیا میگن چهار جریان هم، بعضیا میگن پنج جریان هم، یعنی تشکیلات مختلف، شورای وحدتشون، شورای ائتلافشون، مبناشون، جبهه پایداریشون، همه اینا با هم دیگه اختلاف دارن. و پیشبینی خود من هم این است که وضع مجلس 12 قطعا بهتر از مجلس 11 نخواهد بود. از چه جهت؟ از جهت همین ترکیب بندی اونجا، 30-40 نفر ممکنه افرادی از شهرستان و حالا اصلاح طلب و غیر به اصطلاح اون جریان باشند، و بیشتر هم دعوا بین همون جبهه پایداری و با دوستان آقای قالیباف و اینا که بالاخره شورای ائتلاف دارن و اینا هست. حالا من کاری ندارم، لذا من معتقدم که در مجلس اصولا خیلی انتخابات حزبی اداره نمیشده. به خاطر همین من دارم میگم ما باید یه کاری بکنیم که احزاب واقعا بیان میدونداری بکنن، حتی اون کرسی های تک نفره را. چرا فقط باید به صورت طایفگی بیاد؟ خب اصلا هیچ جای دنیا واقعا اینجوری نیست که مثلا طایفه فلان در فلان شهر باید پیروز بشه. اشکال هم به خود احزاب برمیگرده که جلساتشون دیگه شده اجلاسیه و همایش و اینا، یعنی ما تربیت سیاسی، دلیلش اینه اون ساختار تعریف نمیشه. ساختار میگم اگر یه جوری باشه که توی قانون انتخابات بگن آقا احزاب ما توی، نه نه، من عرضم ناظر، عرضم پیشینیه. الان خود حزب مردم سالاری به جز ارگان رسانه مردم سالاری یه سری فرایندهای درون حزبی، ما حتی توی بخشا هم نفر داریم، منتها این نفرات باید تابع مجموعه مردمی باشن که باشون دارن سر و کله. این شبکه رو دارید؟ آیا برنامه هایی از این دست که مثلا ما بنده مطالبه داشتم از احزاب راستی با شما بیاید دوره بذارید، دوره های معرفت سیاسی؟ نه همین جوره، اگر فرصتی داده بشه هست. لذا من معتقد هستم که تا زمانی که ما نریم دنبال یک انتخابات نظام حزبی، خیلی نباید بگیم نقش احزاب در مورد مثلا مخصوصا انتخابات باز مجلس عرض میکنم. دقت میکنید تو تهران هم که باز ما
انتخابات حزبی نداره، باز جبهه‌ایه. عرض کردم لیست الف، لیست فلان، مال چند تا جبهه. اینه باید درست بکنیم. والا انشالله ما در آینده بتونیم یه پیشرفتایی داشته باشیم. اجمالا من میگم از این نکته استفاده کنم. والا همه فرصت ها از دست رفته. این 30 روزی که هست، اگر هر شود که دوستان بالاخره طرفدار نظام که دلسوزی دارن میتونن با تایید یک سری اشخاصی که تو اون 50 پرونده ندارن، خودمایی هستن موثرم، میتونن کمک بکنن یه مقدار انتخابات رقابتی تر بشه به مفهوم واقعی کلمه و باعث مشارکت بیشتر مردم بشه. این مطالبتون ناظر به حاکمیت، توصیه‌تون به مردم و مخاطبین برای بالا بردن مشارکت چه به عنوان جمله پایانی؟ من عرض میکنم که ببینید، ما نباید صندوق انتخاباتی رو از حیز انتفاع بندازیم. مردم باید توجه بکنن که بالاخره اگر نخوان توی انتخابات مشارکت بکنن، یعنی دارن اون کسایی رو میارن که دلشون نمیخواد. اگر میخوان اون کسی باشه که دلشون میخواد، باید مشارکت بکنن. تنها راهش این است که بیان مشارکت کنن. و از اون طرف هم به حکومت و حاکمیت میگیم آقا مردم دلشون ممکنه بعضی رو بخوام، ولی شما بهشون میدون بدید، یعنی تایید بکنید که انجام بشه. ممنون، متشکرم. ممنون از وقتی که گذاشتین. خیلی ممنون. بخواهم اگر ان شاء الله درود بر شما و سلامتی شما، ما بازم برنامه پیش رو در خدمت ان شاء الله. از بینندگان عزیز هم کمال تشکر رو دارم که این قسمت از برنامه ریگرام با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید. خدا نگهدار.